سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری رضا فیاضی، بازیگر پیشکسوت و قدیمی کشورمون و بستری شدنش در بیمارستان میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. لطفاً در همین ابتدا برای این بازیگر قدیمی دعا کنید که هرچه سریعتر شرایط بیماری رو پشت سر بذاره و بهبود پیدا کنه. رضا فیاضی چهره و نامی آشنا در عرصه هنر این مرز و بومه که سالها حضور در این عرصه رو تجربه کرده و در تمام مدیوم‌های اون از سینما و تلویزیون گرفته تا تئاتر فعالیت داشته. در بازیگری، نویسندگی، اجرا، کارگردانی و حتی دیگر مشاغل سینمایی دستی داشته و در کنار اونها نوشتن رمان و سرودن شعر نیز یکی دیگه از هنرهای اون محسوب میشه. رضا فیاضی متولد 15 تیر 1332 در اهواز، بازیگر و کارگردانه. ایشون فارغ التحصیل دانشکده یه هنرهای زیبای تهرانه که از تئاتر مدرسه شروع کرد و قبل از انقلاب در 23 سالگی با سریال گلباران جلوی دوربین رفت. عبدالرضا فیاضی به عنوان فرزند اول در محله آمری اهواز به دنیا آمد. دو برادر و 6 خواهر داره و پدرش راننده یه تاکسی و کارگر شرکت نفت بود و مادرش خونه داره. آقای فیاضی گفته پدرم قبلن یک ازدواج داشته که همسرش و هم دختر و پسرش فوت میکنن و بعد با مادرم ازدواج کرد. من وقتی به دنیا اومدم پدرم حواسش نبود و شناسنامه برام نگرفت تا اینکه بعد از 6 ماه با ملی شدن شرکت نفت قرار شد شرکت نفت به کارکنای خودش حق اولاد بده. وقتی این مطلب اعلام شد پدرم تازه به صرافت افتاد که برام شناسنامه بگیره که رفت با نام عبدالرضا برام سجلی گرفت. اما قبل از اینکه شناسنامه داشته باشم یا بعد از گرفتن شناسنامه با نام عبدالرضا من رو با نام ملی به جهت ملی شدن صنعت نفت خطاب می‌کردند. با اجرای تئاتر در مدارس در دوران راهنمایی و دبیرستان کار حرفه‌ای خودش رو آغاز کرد و بعد از گرفتن دیپلم به خاطر علاقش به تئاتر مشغول ساخت فیلم کوتاه شد. ایشون گفته من ورودی سال 1354 دانشگاه تهران هستم و مرضیه برومد خانم سالبالایی ما بود. یک گروه تشکیل داد و من با اونها کار تئاتر می‌کردیم. در نهایت یک سال بعد در سال 1355 من و خانم برومند یک سریال به نام گلباران بازی کردیم که ایشون نقش نن سرما و من نقش طوفان رو داشتم. در سال 57-58 در فیلم چریکه ی تارا به کارگردانی بهرام بیضایی در کنار سوسن تسلیمی بازی کرد که این فیلم بعد از روی کار اومدن انقلاب اسلامی توقیف شد. بعد از مدتی از انقلاب تئاتر رو دوباره شروع کرد. سپس سال 1361 با مجموعه اولین بار که در انقلاب شرکت کردم به قاب تلویزیون بازگشت. در سال 1369 در مجموعه آرایشگاه زیبا شناخته شد. سپس سال 1374 با مجموعه قصه های تابتا یا زیزیگولو در نقش جمالی به اوج شهرت رسید. ایشون در سال 1377 در مجموعه عاقبت نقد فروشی، عاقبت نسیه فروشی کنار مرحوم رضا ژیان بسیار درخشان بود. خودش گفته من و همسر از سال 1355 به مدت 26 سال با هم ازدواج کردیم و به دلایلی سال 1381 از همدیگه جدا شدیم. از ازدواج اولم یک پسر به نام علی و یک دختر به نام بهار دارم. علی مهندس کامپیوتره و در شرکت نفت مشغول به کاره و بهار تحصیل کرده یه دکترا در آلمانه. رضا فیاضی 4 سال بعد از طلاق اول در سال 1385 وقتی 32 ساله بود با یک خانم پرستار به نام فریده علمبیگی برای بار دوم ازدواج کرد. ایشون در مورد ماجرای ازدواجش با خانم علمبیگی گفته 4 سال بعد از طلاق از همسر اول در صحنه ای از کار بازیگری دچار مصدومیت از ناحیه سر شدم که برای بخیه زدن به بیمارستان رفتم و اونجا بود که با خانم پرستار فریده علمبیگی آشنا شدم. خود خانم فریده علمبیگی میگه سر ایشون دقیقاً 12 تا بخیه خورد. از اون روز به بعد ایشون به بهانه‌های مختلف به بیمارستان میومدن. یه روز میگفتن که سرم درد میکنه. یه روز میگفتن که بخیه هام رو چک کنید. بعد از ظهر به بعد که میشد منتظر بودیم که ایشون به بهانه‌ای وارد بیمارستان بشه تا اینکه 10 ماه بعد از اولین آشنایی این رابطه به ازدواج ختم میشه. خانم فریده هم قبلا یک بار ازدواج ناموفق داشته.
او از همسر اولش دو فرزند داره که هر دو ازدواج کردند و بچه دار شدند. آقای فیاضی گفته ما از طرف ایشون نوه دار شدیم. رابطه ی من با فرزندان ایشون واقعا گرمه و هر جا که از من بپرسن چند فرزند دارید میگم 4 فرزند و 2 نوه. رضا فیاضی گفته رمان مردی با لاک قرمز در سال 1394 اولین کار منه که به چاپ رسیده و رمان دیگرم پرسه در پاریس هم در سال 1397 توسط انتشارات بوتیمار منتشر شد. کاری هم در دست دارم که در مورد زندگی یک جوان معروف، مشهور و محبوبه که در اوج شهرت و محبوبیت دچار یک بیماری لاعلاج میشه. مدتی در تهران خیلی اذیت میشدم. ترافیک و شلوغی و بوق اذیتم میکرد. به حدی که گاهی میخواستم از ماشین پیاده بشم و یقه مردم رو بگیرم. خلاصه شرایط روحی و روانی خوبی نداشتم تا اینکه به پیشنهاد همسرم به کیش مهاجرت کردیم و چند سالی اونجا بودیم و الان هم بین تهران و کیش در رفت آمدیم. متاسفانه با خبر شدیم رضا فیاضی بازیگر خوب کشورمون به دلیل ابتلا به بیماری کرونا راهی بیمارستان شده. به نقل از مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، رضا فیاضی بازیگر، نویسنده و کارگردان پیشکسوت صبح سه‌شنبه 25 آبان به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان مرکزی کیش بستری شده. آقای فیاضی از هفته یه پیش در منزل تحت درمان بود، اما سه‌شنبه برای مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان کیش منتقل شد. رضا فیاضی درباره حال عمومی خودش خبر داد و گفت حال عمومیم خوبه و ریه‌هام درگیری کمی داره و فعلا نیازی به بستری در آی‌سی‌یو نیست. ویدیویی از رضا فیاضی رو می‌بینیم که حال فعلی خودش رو بیان کرده. سلام عزیزان دلم. متاسفم که این ویدیو رو میذارم براتون. من با وجودی که دو دوز زدم زدم سرانکیان سرازیکا هم زدم ولی گرفتار شدم. خیلی به خودم قره بودم، فکر میکردم اصلا نمیگیرم من و اشتباه کردم. یکی از اشتباهات من اجازه دادم به عزیزانی بود که میخواستم با من عکس بگیرن یا در کنار من باشن. من درک میکنم، خیلی ممنونم از ابراز لطفش، ولی اصرار در این که ماسک تو بردار باور کنیم باعث شد که به این بلا گرفتار بشم. سعی کنیم به هر حال این مسائل رو رعایت بکنیم. این یک درد جهانی هست، نمیشه منکرش شد. ممکنه فردا سراغ دیگری بیاد. فاصله رعایت بکنیم، این پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنیم. واقعا تو رو خدا اونای عزیزانی که میخوان عکس بگیرن اصرار نکنن بر اینکه ماسک بره کنار، به خاطر اینکه چهره من، چهره دوست من، همکار من دیده بشه و خیلی یار ما متاسفانه از این طریق از دست دادیم. براتون سلامتی آرزو میکنم، براتون سلامتی آرزو میکنم و هیچ وقت گرفتار این قصه نشید. خدا یار نگهدار شما باشه. آقای رضا فیاضی بازیگر، نویسنده، صداپیشه و کارگردان ایرانی چندین مجموعه شعر به چاپ رسونده. بعد از اون به فعالیت در زمینه‌های مختلف هنری از جمله نویسندگی، نمایش عروسکی و کارهای رادیویی پرداخت و در چندین برنامه تلویزیونی به عنوان مجری حضور پیدا کرد. در آخر برای این هنرمند با سابقه کشورمون دعا کنید. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگه می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.